دادستانی پاریس اعلام کرد که 5 تن از 12 متهم به دست داشتن در یک عملیات تروریستی آزاد شدند. مظنونان شرکت در اقدامی که مرتبط با یهود ستیزی خوانده می شود روز شنبه بازداشت شده بودند. پلیس فرانسه روز چهارشنبه موادی را در یک پارکینگ زیرزمینی در حومه پاریس کشف کرد که برای تهیه بمب به کار می رود. فرانسوا مولن، دادستان عمومی، نیز آن مواد را مربوط به این گروه تروریستی عنوان می کند. وی گفت در قیاس با خطر این گروه هیچ نمونه مشابهی از سال 96 میلادی تا کنون وجود نداشته است. این گروه که برخی از اعضای بازداشت شده آن خود را برای جنگ داخلی سوریه آماده می کردند، ماه گذشته میلادی به وسیله نارنجک به یکی از فروشگاه‌های جامعه یهودیان در پاریس یورش برده بودند. یهودیان فرانسه طی ماه‌های اخیر با شدت گرفتن تهدید روبرو بودند.